اسم برنامه هست شبی با جاز و موسیقی جنوب ایران. قسمت اول برنامه یک خواننده جوانی هست به نام رافائلا که به عنوان یک استعداد درخشان بخش اول برنامه رو اجرا میکنه. بعد از اونم کنسرت ماست که کاریه که محصول جنوب ایران، پرتغال، سوئد و فرانسه است. اعضای گروه هم حبیب مفتا بوشهری که سازه ضربی میزنه و میخونه، نقیب شنبه‌زاده سازه ضربی میزنه، جو کویتسکه درامز میزنه، ماتیو دوناغیه ساکسیفون و کلارینت، اوبر دوپون گیتار بیس میزنه، فرانسیسکو گیتار فلامینکو میزنه و خواننده بسیار عزیز و دوست داشتنی سابین نوبل. هم هیجان زده و هم نگرانم چون اولین باره که همه تماشاچی ها ایرانی هم. You'd take me for a fool with a false sense of safe. You'd send me with the prize, but I know all about the pain. No, I won't be deceived with a false sense of safe. You'd send me with the prize, but I know all about the pain. I've been surrogated every feeling, and I know there's something there. امشب من یه سپرایز برای همه دارم. من با نیل لچمن دو تا آهنگ میخونیم، ای ایران و مای فانی ولنتاین. سنگ کوهات دارگوهر است، خاک دستت بهتر از هر است. مهرت از دل که برون تو گردش جهان داری آسمان به پاس، نور دیدی همیشه راهنمای ماست. مهر تو چون شور پیشه یا کوچکترین حرکت ها رو میشینم آنالیز میکنم پیش خودم. خب خاطراتم، خاطراتی که تو بوشهر داشتم، تو داخل بوشهر بعضی وقتا، خیلی از وقتا آدم ها فقط با لبشون حتی میرخصن با چیز. مثلا با یه کسی صحبت میکنی، خب مثلا میخواد که خیلی محترمانه بهت بگه که داری چرت و پرت میگی، بعد حرف میزنه حرف میزنه، بعد آخر سر میگه های ای بریم و یه رقصه. ما از اینا تمام استفاده میکنم. یا مثلا میگه ها خب
ای الان صورت ما داره میرقصه، مثلا ها خب، یا مثلا یعنی مثلا حالا یه چیزی. بعد پریدن آدما، دست و حرکتاشون، تمام اینا رو ما ازش استفاده میکنم. موفقیت هم تو اون لهجه هست و همیشه اینو نگه میدارم، این لهجه‌ای که دارم با هر گروهی که کار کنم، با هر بندی که کار بکنم فرق نمیکنه، جاز باشه، فیوژن باشه، نمیدونم هندی باشه، افغانی باشه، هر چی باشه، اون لهجه جنوبیمو دارم. سوی مسجد میره بیا راه دیگر یعنی چه؟ ادعای مؤمنی یا کار دیگر یعنی چه؟ قطعه مختلف هم یک بخشش شربخانی هست، یه شربخانی که یک خواننده باروک میخونه، شربه که یک خواننده باروک میخونه، تلفیقی از تمبر صدای یک خواننده باروک و فواصل موسیقی جنوب ایران که خواننده فرانسوی هست، خانم ساوی نوبل، و با توجه به علاقه که داشته نسبت به موسیقی جنوب ایران ملودی ها رو، این موسیقی ها رو کار کرده و با ما همکاری میکنه. من کم فارسی حرف میزنم. امشب توی برنامه میخونم فارسی، میخونم انگلیش، میخونم موسیقی جنوب ایران میکس با آواز اپرا. که یک موسیقی خیلی شاد هست یا موسیقی خیلی غمگین هست شخصی هست. او چیزی رو که ما به عنوان یه جنوبی، به عنوان یه بوشهری میتونم بگم که داخل همش غم زیاده، چون زندگی اونجا توامن با غم، سختی و درد، و ولی خب با او سختی ها و او چیزها تو باید یه طور خودت رو نگه بداری، خودت رو به قولن زنده نگه بداری، بتونی حرکت بکنی، این ریتم تون اینا بهت انرژی میده که توی حالت
خماری نریم. توی گرما شرجی عروسی عروسی بوشری دخترا همه سینه لرزو با صدای نه بوزه یه نگاه که کلش یه هم دوتا دستاش یه پشتش هم که دیگه سانسور شده بعد لباس پوشیده این هنرمند من همیشه سوال میکرم از خودم ما چرا بوز رو میکشیم بعد یک دسته نه همون اینجا روش میذاریم دوباره زور میزنیم صدای بوز تولید کنیم چه کاری؟ بوز بدبخت زنده داره خوش خوشی راه میره ای حالا جواب سوال پیدا کردم به خاطری که هنرمندا دلش میخواد طبیعت زنده بمونه. حالا مثلا ما بعد میخوام خودم جای بز بذارم. البته بعد بعضی از هنرمندا خیلی از این بیشتر تلاش میکنن ریش بزی میذارن. ریش بزی هنرمندا میذارن. علتش اینه یا موهای بلند متاسفانه ما موهام که بلند بکنم پایین نمیاد میره بالا. بعد مثلا بز نمیشه ولی خب سعی تلاش خودم میکنم که بز باشم. چون هر چی بز به بیشتر باشی بیشتر میتونی صدار قد شده خب. بعد در عوض یه عده دیگه هستن یه هنرمنده که میخوان طبیعت زنده اونو خودشون میذارن به جه حیوان یه عده حیوان وحشی هستن که سالی یه بار جمع میشن توی نیویورک یه جایی به نام سازمان ملل بعد این حیوان وحشی آدم ها رو میکشن بعد خودشون میخوان عده آدم در بیارن یه هم داستان بوزن دمام یه ساز بوشهریه که حالا قدمتشو میگن از افریقا اومده دمام یه ساز مراسم عزاداریه ولی خب الان چندین ساله که تو موسیقی بوشهر وارد شده اومده رو صحنه ولی کلن دمامو تو مراسم عزاداری استفاده میکنن ازش و منم این فرمی که دارم از دمام استفاده میکنم توی این آنسامبل تلفیقی از دمام از لحاظ ریتمیک تلفیقی از دمام مراسم عزاداریه و دمامی که توی ریتم موسیقی بوشهر در واقع ریتم حالا شادی اسمش بذاریم استفاده میکنم من ازش
امشب بجز این که تو همه آهنگا من همکاری میکنم، یک پارت هست که نزدیک 9 دقیقه 10 دقیقه خودم تنهایی میزنم، تک نوازیمه. بعد تلفیق از موزیک سنتی ایرانی با جنوب ایرانی و چیزایی که خودم گوش میدم یا تو کنسرواتوار مدرسه موزیک با درامز و اینا یاد گرفتم، تلفیق میکنم ایده های مختلف خودم. پاریس الان دیگه خونه اول من، بوشهر تو خاطرات من، بوشهر دوست دارم ولی بوشهر دیگه تو خاطرات من، که چه بخوام چه نخوام باید من اولا بچه هم که پاره تن من فرانسوی هم ما هم یعنی الان نصف ما هم با یعنی فرانسه یک کشوری نیست برام، یک کشور غربت نیست برام دیگه، فرانسه غربت نیست، پاریس برام یه شهر غربتی نیست. شاید امروز اگر برگردم بوشهر تو بوشهر غریب باشم. این نمیگم که مثلا اون بوشهر واقعا دوست دارم، با بوشهر زندگی میکنم تو ذهنم، ولی بعد یه واقعیت قبول بکنم من دیگه تو بوشهر نیستم، تو شرایط فعلی هم که نمیتونم برم بوشهر. خیلی وقتا برم خیلی سخته، همین الان که دارم صحبت میکنم بدون رو در واسه اش داخل چشم هیچ همچه سوالی نشده بود از آن داله مثلا که خونه دوم یا چیز، چون نمیتونم فکر بکنم که مثلا خونه اولم بوشهرن، چون برام زندگی داخل پاریس غیر ممکن میشه، بعد برم تو بیمارستان روانی بستری بشم. هشته مو که رو هفتن همه جواب میگه دوره فیسام حالیه، میگه دوره فیسام حالیه، حالش حالیه نوریه، حالش حالیه نوریه، وضع ما ایجوریه، پول نفت میره سوریه. همه با هم جواب شیرام داخت نبینم والا بچه هم پاپتیین، بچه هم پاپتیین، شهرم اتمیه، شهرم اتمیه. دی 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 اومینا، دی 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 اومینا. من زندگی هنریمو مدیون سعیدم، از این لحاظ که تمام در واقع تجربه هایی که کسب کردم، تمام چیزایی که یاد گرفتم تو این آنسامبل بود و
خیلی هم خوشحالم از این اتفاقی که افتاده و امیدوارم که همین جوری ادامه پیدا بکنه و باشیم با هم دیگه. البته هستیم. بزنم به تخته. آره هستیم با هم دیگه. امیدوارم که بتونیم مردم رو شاد کنیم، چون مردم غمگینن، مردم ناراحتن و متاسفانه مشکلات نمیذاره مردم شاد باشن. حداقل امیدوارم یک ساعت دو ساعتی که مردم میان تو سالن، یک ساعت دو ساعت مشکلات رو فراموش بکنن، شاد باشن. کل میتونیم بزنیم؟ شما ای کاره خودتون. خب خب پس دیگه هیچ چیزی میخواستم بگم کل که خودتون بلدین بزنین دیگه. اگه کیا بلد نیستن کل بزنن، هر کی بلد نیست کل بزنه دستشو بالا کنه. این نور افکنه خب مثل بازجوی اداره اطلاعات تو شیشه اون. خب یک دو سه چهار پنج، خب تعداد بیشتری طبق چیز کل بلد نیستن بزنن. همه فقط سیاست نداره بلدن دروغ بگن. بله، به همین دلیل من چون اینو پیشبینی کرده بودم از قبل پیشبینی کرده بودم باید حتما اجراش بکنم. و کل ما چون دیگه توی اروپا زندگی میکنیم، دوازده سال همه چی رو آنالیز میکنیم، کلم آنالیز کردیم. پلیز ریپیت. کی لی 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 کی لی 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 کی لی 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 کی لی 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 کی لی 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 کی لی 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 کی لی 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 کی لی 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 کی لی 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 لی
جهاز اومد برد جتی ماهیم سیاه و پاپتی.